امروز وزیر بهداشت و درمان به من اطلاع دادن که یکی از داروهایی که میتونه کمک کنه، البته ما در مسئله کرونا یک داروی قطعی نداریم که بگیم این دارو شفابخشه و تمام میکنه کار رو، اما بعضی از داروها هست که میتونه کمک بکنه. و یکی از داروها رو گفتن تو هفته آینده ملحق میشه به داروهایی که تاکنون در اختیار ما بوده و این میتونه کمک کنه. بنابراین همه باید تلاش کنیم. الان وزیر سمت به من اعلام کرده که ما 11 میلیون ماسک در روز تولید میکنیم و در اختیار بازار قرار میدیم. حالا ممکنه این مقدار هنوزم کم باشه، باید اضافه بشه. شرکت‌های دانشمندان ما، پزشکان ما، محققین ما دارن تلاش میکنن روزانه و کار پیش میره. اما در این حال باید بدونیم که هنوز یک راه طولانی پیش روی ماست. حداقل ما در نظر بگیریم تا پایان سال این مسیر مشکل پیش روی ماست. باید خودمون رو آماده بکنیم. من قبلا هم اینه گفتم، شعار مقاومت، شعار بهداشت و شعار معیشت، این سه باید گفتمان ما رو تشکیل بده. امروز ما باید در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنیم، توطئه‌هایی که کنار گوشه هست اونها رو بشکنیم، بهداشت و سلامت جامعه رو مراعات بکنیم و همچنین معیشت مردم رو تأمین کنیم. سلامت، معیشت، مقاومت، این سه در کنار هم هست و باید در کنار هم باشه تا ما رو پیش ببره. خوشبختانه همونطور که در این شرایط سخت ما باید از لحاظ بهداشتی و درمانی شرایط مناسب و فعالی داشته باشیم، همچنین باید از لحاظ نحوه ارتباطات هم شرایط مناسبی داشته باشیم. ما توانمندی دولت ما امروز در سایه دو اقدامی است که از سالها پیش این دولت اون رو دنبال کرده، یعنی تحول سلامت، یعنی تقویت ارتباطات. امروز اگر ما میتونیم در آموزش راحت حرف بزنیم برای سال تحصیل آینده، اگر میتونیم در بهداشت راحت حرف بزنیم، اگر میتونیم در کسب و کار راحت حرف بزنیم، در ارتباطات بین خودمون، به خاطر اینه که فضای مجازی آماده و شبکه ملی اطلاعات در اختیار داریم، امروز نسل سه و نسل چهار تا روستاهای ما هم امتداد پیدا کرده. اگر نبود ما امروز در مضیقه فوق‌العاده بودیم. و حالا میخوام این خبر خوش رو به مردم بدم که ما داریم وارد نسل پنجم میشیم و انشالله از روزهای آینده نسل پنجم فعالیت خودش رو در تهران آغاز میکنه و به تدریج گسترش پیدا میکنه. این یک تحول بزرگ در زمینه دیجیتال هست. نسل پنجم فقط برای ارتباطات نیست، برای اقتصاد دیجیتال کشور هست. سال گذشته ما مرکز هوش مصنوعی رو تشکیل دادیم و افتتاح شد تحت عنوان مرکز 176 که البته بیاد اون شهدای هواپیما بود. و امسال هم داریم اعلام میکنیم که فعالیت نسل پنجم رو ما شروع کردیم و آغاز کردیم و من از وزارت ارتباطات میخوام در روزهای آینده برای مردم در این زمینه توضیحات لازم رو بده.